پایگاه اطلاع رسانی راسخون. فوتبالیستا قسمت 58. بعدی بچه خوب نگاه کنید، یاد بگیرید اینجوری شد بکنم. هی چرا دقت نمی کنی؟ اجازه دی. ببخشید الان خودم میرم میارمش. ممکنه توپا بندازی پسر. هیچی زاکی، تو هنوزم نمیتونی یه شوت مستقیم و درست حسابی بزنی. منظوره چیه؟ هیچ باورم نمیشه که شماها دو دفعه قهرمان مسابقات کشور شده باشی. چی داری میگی؟ مخصوصا این وری زدم که حالا احوالی باز کرده باشم. دوست قدیمی لزومی نداره تو حالمو بپرسی. حالا دیگه ما رقیب هم دیگه ایم. رقیبم که حالا رقیبشو نمیپرسه. این چرفیه که میزنی؟ ما که اجازه دادیم بازیمونو تماشا کنیم. بچه بودی خوش اخلاق تر بودی. بس دیگه بچه ها، ناسلامتی قبلا توی یه تیم بازی میکردین و با هم دوست بودین. آقا کی باشم؟ سرکار ایشیزاکی هستین، منم نیتام. از آشناییتون خوشبختم. جونم راست میگی. چون اجازه دادین بازیتونو تماشا کنیم، ازتون دعوت میکنم که بازی ما رو هم تماشا کنید. نه بابا. بچه من که رفتم. سوبا توپا سوبا قاپیدن. نیتا بگیرش. موریزاکی ببینم میتونی شوت رد آسامو بگیری. حالا دیدی پسر، این قدرت تیم اوتوماس. خاطر جمع باش که قهرمان مسابقات سراسر ما هستی. منش نخورن یه چیزی میشن. شد نکردی چشم تو از توب بر ندار. آخه خسته شدم. چیه تو امروز چت شده ایشی؟ یه خورده جدی تر باش پسر. جدی خسته شدم. گوش کنین بچه ها، با اینجور تمرین کردن امکان نداره بتونیم در مسابقات قهرمانی برنده بشیم. اگه بخوایم برنده بشیم باید بیشتر زحمت بکشیم. سوبا چه شده؟ این روزا خیلی سختگیری میکنه. آخه دلیل این کارش چیه؟ به نظر من سوبا از قدرت تیم اوتومو یه خورده ناراحت شده. کیزوگی منظورت شوت رداستای نیتاس؟ خیلی خوب بسته دیگه. خب حالا بهتره 5-4 تقسیم بشیم و تمرین رو شروع کنیم بچه ها. آخ مادر خیلی خسته شدی. ببین چی میگم، من خیلی خستم. ممکنه یه خورده استراحت بدی دیگه، پام جون نداره. راست میگه، به خصوص که شاگردای سال اول خیلی خستن و نمیتونن بدون. مگه نشنیدیم چی گفتم؟ 5-4 بازی میکنیم، زود باشین بری سر جاهاتون. خیلی خوب سوباسا، حالا که ایشی اینقدر خسته شده بهتر نیست اونو بذاریم و 4-4 بازی کنیم تا اونم بتونه یه خستگی در. گفتم 5-4 بازی میکنیم، اگه نمیتونه بازی کنه یه نفر دیگر رو جاش میذارم. حالا که خسته شده بره بیرون.
آخه سوباسا، در تمرینات باید جدی باشیم. ما تا خورشید تو آسمون هست تمرین میکنیم. اصلا دلم نمیخواد با تنبلی یکی از شماها مسابقات آینده رو واگذار کنیم. ما باید هر طور شده در مسابقات آینده برنده بشیم. سوبا گفتم که خیلی خسته شدم. تو چرا انقدر بی انصاف شدی؟ یه رقمی به من بکن، یه نظری به این بچه ها. بچه که بودی یه تن بیشتر ما رو تحویل میگرفتی یا سوبا؟ همون که گفتم اگه نمیتونی تمرین کنی برو بیرون نشی. سر ما داد میزنی؟ الان نشونت میدم. سر باشی شیطانی. بس دیگه. سلام آقا. بسیار خوب، 5 دقیقه استراحت کنین، بعدش به 2 دسته تقسیم شین، کلاس سومیا با کلاس اولیا و دومیا. سوبا تو هم با گروه دوم تمرین میکنی، فهمیدی؟ ها. متوجه شدی چی گفتم؟ بله آقا. خدای من دیگه داشتم میمردم. معلوم نیست سوبا چه شده، یه جورایی شده. درسته. از وقتی که قرار شده برای مسابقات سومین دوره حاضر بشیم همه یه خورده عصبی هستن. گرچه مسابقه مهمیه ولی اگه عصبی باشیم نمیتونیم موفق شیم. درسته. بهترین راه اینه که ما حد اکثر سعیمونو بکنیم تا موفق بشیم. اگه با درد خوشه. این دیگه چیه؟ با سر بزن. خیلی خوب. عجب هیکل بزرگی داره پسر. آره همین به دردمون میخوره. کاملا درسته. وقتی در مسابقات تیم یومیاری آوردیم ایچی دروازه‌بان بود، خیلی هم خوب توپا رو گرفت. پس تو هم در خط حمله بودی و هم از دروازه دفاع میکردی، درسته ایچی؟ نگران دروازه نباشین، خودم ترتیبشو میدم. راستش اینطور که معلومه تیم فوتبال مدرسه یه راهنمای اتومو داره کامل میشه. آی بچه ها چرا یه خورده استراحت نمی کنی؟ برای اینکه هنوز خسته نشدی. خب پس بهتره جدی تر بازی کنیم. امسان دیگه حتما تیم شاهین رو شکست میدیم. سوبا نگران ماست و فکر میکنه ضعیفیم، بنابراین بهتره طوری بازی کنیم که بفهمه حتی بدون اونم میتونیم موفق بشیم. تیم شاهین تا قبل از اومدن اونم برنده میشده چون همه بچه ها خوبن. ها. من که رفتم. خیلی خوب ایزابا، حالا خیلی خوب، حالا شروع کنیم. دست کم گرفتی، فکر نمی کنم بتونن ازم ایزا با تو هیچ وقت نتونستی توپا درست کنترل کنی. چی؟ ها؟ نگاه کن، اغلب اینطوری میشه که حریف فرصت میکنه گل بزنه. سوباسا بگیرش. ایداد نمیتونم. سوبا آفرین، اشتباه کردی، خودم توپ گرفتم. عالی بود، فقط کافیه مواظب سوبا باشیم، بقیه زیاد مهم نیستن. حق با توه، بزن بره. حالا باید از کنار خط دریپ کنم. تاکی تو همیشه دوست داری از روش خودت استفاده کنی. منظورم اینه که باید راه دیگه ای پیدا کنی وگرنه همه میفهمن که تو میخوای چی کار کنی. اطرافتو نگاه کن. اگه میخوای از پاسایی که تاکی میده استفاده کنی باید یه خونه دورتر بری که فضای بیشتری داشته باشی. حالا دنبال من بیاید. خیلی خوب سواسا، خیلی دلم میخواد رو تو کم کنم. باید جلوشو بگیریم بچه ها. باشه. چطوری میخوای از دروازه تیم شاهین دفاع کنی؟ اینطوری که نمیشه. بگیرش که اومد بوریزاکی. بگیر.
ولی زاکی من که محکم شد نکردم واکی به راحتی میتونست این توپا رو بگیره. سوباسا حالا فهمیدی منظورت چیه؟ سوباسا آدم شویشی بازی تو خوب کن، بهتره یه دفعه دیگه هم بزنین بچه ها. بزن، خودم جلوی توپا میگیرم. منم همینطور. پس من گل میزنم. شویشی آلی، پس همه تون یاد گرفتین، حالا میتونیم بریم. مثل این که بچه ها موضوع رو خیلی جدی گرفتن. فصل برگزاری مسابقات مقدماتی فوتبال جوانان فرا رسیده. در این دوره از مسابقات 140 مدرسه شرکت دارد. در پایان این دوره از مسابقات فقط یک تیم برای شرکت در مسابقات کشور انتخاب میشه و حالا پرچم قهرمانی تیم برنده سال قبل رو برمیگردند. سوبا کاپیتان تیم برگزیده شاهین این کار رو انجام میده. بد نیست بدونی که این مدرسه جز کاندیداهای قهرمانی این دوره از مسابقاته. خب بهتره مطمئن باشین که اشتباهات سال قبل رو دیگه تکرار نمی کنی. چی فرمودین؟ هی شوزاکی، امسال پرچم قهرمانی رو خودمون می بریم. خب دیدی خیر باشه، هر وقت رسیدیم پای فینال اون وقت میتونین چنین ادعایی بکنین. آقا بسر به حرفی که می زنم ایمان دارم. حالا که اینطوره هر کدوم از ما که در مسابقات امتیاز بیشتری آورد برنده است. من این شرطشو رو تو قبول دارم، به شرطی که هر کی برنده شد هر دستوری که بده تیم بازنده چه بده چه کنه. ببینم دیشب تو آبرنگ خوابیدم دیگه. ایشون دوره خلاف نکن، برای مسابقات نگرش دار. آقا رو سواسا اوزارا، سعی کن تا پای فینال برنده بشی، چون تصمیم دارم ازت ببرم. چی؟ داری منو مسخره میکنی؟ معلومه خیلی به خودت اعتماد داری. در مسابقه فینال کاری میکنم که از خجالت نتونی سرتو بلند کنی. بچه ها از واکی نامه رسیده. نامه واکی زودتر بخونش. سوبا بخونش دیگه، دلم آب شو. سوبای عزیز و سایر بازیکنان خوب تیم شاهین، از همه شما خواهش میکنم برای پیروزی در مسابقات سراسری کشور از هیچ گونه کوششی خودداری نکنین. من همیشه برای موفقیت شما دعا میکنم، گرچه سفر من باعث شده که از هم جدا بشیم، ولی همه ما در پی یک هدف هستیم. به امید دیدار، دوست شما واکی. امروز چهارمین روز برگزاری مسابقاته. امروز دو مدرسه نمونه راهنمایی به نام‌های فیوجیساوا و اوتومو با هم دیگه دیدار میکنن. کافیه شیوه بازی تیم اوتومو رو نگاه کنین، اینطوری به نقاط ضعفشون پی میبرین. همینطوره. زنده باد اوتومو، زنده باد اوتومو، زنده باد اوتومو، زنده باد اوتومو. فکرش هم نکنین چون ما موفق میشیم. اولین دیدار بین تیم اوتومو و فیوجی ساواست. با اولین ضربه بازی شروع میشه. معطلش نکنید. تاشن حالا حسابی نگاه کن سوبا. خدای من چطور میره؟ مربیمون آقای شیرویاما میگفت 100 متر ظرف 11 ثانیه طی میکنه، سرعتش خیلی زیاده. بگیرش! میتا که در خط حمله تیم اوتوموس با سرعت خارق‌العاده‌ای که داره بازی جالبی رو ارائه میده. حالا مستقیم میره به طرف دروازه. اون دروازه قرار گرفته که میتونه شوت کنه. حالا یه شوت سائقه‌ای مهمونه ماهین و شوت میکنه. موفق میشه. ضربه به حدی برقاسا بود که دروازه‌بان موفق نشد از جاش حرکت کنه. مدرسه راهنمای اوتومو ظرف 15 ثانیه یک از شروع بازی گذشته موفق به زدن اولی شد. جرمی درست اینه، همون شوتی بود که موریزاکی نتونست از جاش حرکت کنه. ولی حالا اینطور نیست. چه خودی نشون میده؟
منطقه نمیدونم خط دفاعی ما میتونه جلوی یه همچه حمله رو سد کنه یا اینکه موریزاکی حالا این تیم فیوجی سواست که دست به حمله زده. معلومه که تیم رقیب ما رو انقدرام دست کم نگرفته. با اون تیمی که در اولین دور مسابقات با ما بازی میکردن خیلی فرق داره. چی شد؟ یکی از بازیکنان سال سوم تیم اوتومو به سرعت جلوی پاس حریف رو میگیره. خدای من چه خوب بازی میکنن. نمیدونم از کی تا حالا اینقدر پیشرفت کردن. از وقتی که توپ از دست سوبا گرفتن اونا بازیشون خیلی خوب شده. اوتومو فرصت دیگه به دست آورده، حالا اونا پاس میده. گرفتمش. نیتا توپو میگیره. یه شوت دیگه مهمونشون میکنم. شوت برقاصهای نیتا زده میشه و گل. بله در این لحظه گل به ثمر میرسه. 2-0. آقای کاتاگاری سوباسا، امسال موفقیت در فینال اینقدر هم کار ساده ای نیست. حق با شماست. بازی به پایان رسید. مسابقه با نتیجه 5-0 به نفع تیم اوتومو تمام شد. و این تشویق به خاطر ورود تیم شاهین به زمینه. ایشوزاکی، مجبوریم 5 تا گل بزنیم. بچه که زدن نداره، ولی میزنیم، خوب هم میزنیم. آره بابا بینیم و تعریف کنیم. سوباسا، همین بلا رو به سر شما میارم. اولین کاندیدای قهرمانی این دور از مسابقات مدرسه راهنمایی شاهینه. کاپیتان تیمشون سوبای مشهوره، به طوری که شایعه اون ستاره فوتبال مدارس راهنمایی منطقه است. این آخرین بازیم در مدرسه راهنمایی، شایدم آخریش در کشور باشه. امیدوارم موفق بشم. خدایا کمکم کن. تورو واکی عمو جون، من نهایت سعیمو میکنم. دیدار دو تیم شاهین و ایتو با سوت داور شروع میشه. ما باید برنده بشیم بچه‌ها. درسته. ادامه این داستان را در برنامه بعد خواهیم.